این آدیو و ویدیو از این شهر کلاباسس به کالور سیتی محل گلوبکست و از اونجا فرستادن به ستلایت 12 و این دوتا ستلایت رو حفظ کردنشه. یک چیزی بین 8 تا 12 هزار دلار خرج بچه‌هایی است که بین 10 تا 12 ساعت هر روز در اتاق فرمان کار میکنند. یک کارمند اداری هم اینجا داره که ماهی 2000 دلار حقوق میگیره. 4-5 هزار دلار هم یه دستگاهمون خراب بشه، نمیدونم ادیتینگ داشته باشیم، کار بخوایم انجام بدیم، هزینه های دیگه داریم. 65 هزار دلار، 5 هزار دلارش رو زدیم، 60 هزار دلار به سختی میکشیم. در طول 6 ماه گذشته ما نزدیک به 60-70 تا 100 هزار دلار کمتر از آن تعهداتی که مردم دادن مجبور شدیم از این بر اون بر قرض کنیم یا روش بذاریم و انجام بدیم. از دو حال خارج نیست، یا میخواهیم به هر قیمتی بمانیم و جلوی دوربین باشیم، یا میخواهیم نه، اگر دیدیم نمی توانید شما مردم پشتیبانیش کنید، همیار باشید، پشتیبان باشید، باید خداحافظی کنیم و بریم. آنقدر بدل سازی کردن، آنقدر سیاه بازی به راه انداختن، آنقدر شبیه سازی و بدل سازی و نمیدونم تلویزیون های 6 ساعته 8 ساعته 5 ساعته این گونه مسائل به راه انداختن، آنقدر ذهن شماها را خراب کردن که ریسمان سفید و سیاه رو هم مار میبینید. اما انسان یه درکی داره، یه شعوری داره، تعقل داره، اندیشه داره، میتونه مقیاس بکنه، میتونه ترازوی عدالت خودش رو به کار بگیره. 6 ماه کار طاقت فرسای یک رسانه رو با تمام محدودیت هایی که براش ایجاد کردن، این شهر 10 جور، 15 جور، 20 جور مافیای حکومت اسلامی مثل مار و افعی دارن توش کار میکنن. یک بار دیگه به شما گفتم، یک چیزی بین 25 تا 50 میلیون دلار حکومت اسلامی تو این شهر لس آنجلس داره خرج میکنه. شما تمام این رسانه های اینترتینمنتی و دوبئی رو که دارید میبینید دائما میرخصن و بالا پایین میپرن و نمیدونم محرم و ماسفر و رمزون سیاه میپوشن و 300 خورده روز در سال نمیدونم لنگ و پاچه نشون میدن و آگهی دوبئی نشون میدن و 1000 جور کلک و هر کدوم این تلویزیون ها همه شون یکی دو تا هم فرستنده دارن روی هاتبه، هر کدوم 120-150 هزار دلار خرجشونه. تمام آگهی هاشون رو هم بذارید 10 هزار دلار، مکسیموم 15 هزار دلار، اگر دوبئی و موبئی و ایناشون هم باشهایی که زیر میز حکومت میده بهشون 20 هزار دلار، اون 80-90-100 هزار دلار بقیه رو حکومت اسلامی داره تأمین میکنه. 2-3 تا تلویزیون سیاسی داریم، اگر با دقت بهشون نگاه کنید تمام برنامه مطلوب این دوتا تلویزیون سیاسی رو هم برنامه های سیاسیش رو بذارید، آگهیاشو در بیارید، سیابازیاشو در بیارید، شلطانبازیاشو در بیارید، 3 ساعت یا 4 ساعت نمیشه و تمامش هم متناقض، یعنی همدیگه رو ضد نقیص همدیگه و در واقع سرکارگذاری و حفظ رژیم حکومت اسلامی است. بقیهش دارن فرش میفروشن، جواهر میفروشن، آگهی های تجارتی رو دارن نشون میدن، نمیدونم ارمغان دارن، فرش فروشی دارن، بهترین ساعات جمعه شنبه یک شنبه شون فرش فروشی میشه و این هاتبرد در واقع برای اینکه به اون مردم در ایران نشون داده بشه اینها به دنبال کاسبی هست، اینها به دنبال جنگ و دعوا با خودشون هستن و تمام مسائلی که همه شماها بهتر از من میدونید. یک تلویزیون 2 تا دونه برنامه ساز مؤمن، متعهد، ملی، مبارز داشته باشه بهتر از اینی که 10 تا برنامه ساز سیاسی داشته باشه هر کدومشون یک سازی بزنند. این روش
راهکار رژیم اسلامی در طول دست کم 10 سال گذشته بوده که تلویزیون های ساتلایتی کارشون رو شروع کردن، برای بقای خودش، برای در هم شکستن اپوزیسیون با بدلسازی ها، اپوزیسیون سازی ها، برنامه های تکراری، برنامه های سرکارگذاری، جنگ های قبیله ای، فرقه ای، حیدر نعمتی به تاریخ 30 سال گذشته رژیم جنایاتش نپرداختن به محمد رضا شاه فقید، آریامهر بزرگ، رضا شاه، دوران مصدق، 28 مرداد و این گونه بازی ها پرداختند و از هر طرف که بگید پول به طرفشون سرازیره، به نحو احسن پولشوییشون رو میکنن برای رژیم اسلامی، سمساریشون رو دارن، نصف برنامه شون دارید کالا میفروشه، ویدیو میفروشه، DVD میفروشه، کاسب و بشقاب میفروشه، هزار جور دغلبازی، هزار جور حقبازی. برنامه های سیاسی شونم اگر در بودش، در قلبش برید نگاه بکنید، یک قدم در راه آزادی ایران نیست. ما الان یه چند ماه کوتاه به انتخابات نمایشی و فرمایشی رژیم داریم. یک دونه از تلویزیون پارس یا کانال یک به این مسائل میپردازه. به مجردی هم که اومدن و خواستن دوباره یک بودی رو بگیرن، یک قسمت رو بگیرن، از اون بر مشیری میاد میگه نمیدونم منتظری اومده گفته ولی فقیه شرکه و نمیدونم باید گفته باید بریم رای بدیم و بریم دنبال جلوش صف وایسادن. از اون بر اون یکی اومد فساد مالی خانواده رفسنجانی و اون بر رو به حمایت از احمدی نژاد جلوشو گرفتیم. منده اینجا شدم چوب دو سر طلا، یعنی دارم با تمام مافیای حکومت اسلامی در این یونایتد استیت آف امریکا ایستادم، حواسم هست که یک حقه و کلکی به ما نزنن. در این حال اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رژیم اسلامی رو در درون ایران هر روز 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت باز میکنم، بهش میپردازم. در کمال نجابت هم اینجا نشستم، دست گدایی هم جلو شما دراز نمیکنم. میتوانم به راحتی این 60,000 دلار که سعده 100,000 دلار در ما 500 تا آفر اومده، خفه خون بگیر، در مورد الان این مسئله سکوت کن، به اون مسئله نپرداز، به اون برنامه ساز تو اون تلویزیون نپرداز، به اون اسپانسر به اونجا نپرداز، به اون دانشجوی صادراتی مزدور حکومت اسلامی که اومدن هم چه بوندنش تو اون تلویزیون نپرداز، به اون نپرداز، به این نپرداز، به اون اینو نگو، به اون نگو داریم نمیدونم با دستگاه های اطلاعاتی نمیدونم این بره اسرائیل، اون ساکت سکوت کن بهت برسیم. ولی سعید سکویی ایستاده و داره می جنگه. حتی مزدوران اطلاعات امنیتی رژیم تو قلبشون صداقت و پاکدامنی و مبارزه رو در وجود من با پوست و گوشت و استخونشون احساس میکنم. اما انسان مگه چقدر انرژی داره، چقدر قدرت داره و چقدر میتونه تحمل بکنه؟ در تمام طول 3-4-5-6 ماه گذشته اگر 10 نفر مثل وطنخواه، مثل اون دکتر دندان پزشک در اسکاتلند، مثل آلبرت در اسپانیا، مثل خانوم رویا، مثل خسرو شکیب و این چند نفری که هر موقع پاش پیش میاد 1,000 دلار، 2,000 دلار، 3,000 دلار، 4,000 دلار، 5,000 دلار بدن، بقیه برای همون 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار، 100 دلار هم هر ماه وسطش سوتی میدن و در واقع دست ما رو میخوان تو حنا نگه دارند. من به یک نقطه ای رسیدم هموطن، من فردا صبح اراده کنم 2 تا فرش فروشی اینجا میتونم بذارم، ولی چی میخواد از من؟ میخواد ساعتهایی فرش بفروشه که روی بازبخش منه یا رو برنامه زنده منه و تحت تأثیر قرار دادن برنامه های سیاسی من با فرش فروشی و مسائل دیگه. وقتی فرش میاره یکی میفروشه، اون فرش فروش اسپانسر داره، اون فرش صاحب داره، اون فرش 1,000 درد و بلا داره، بی خود نمیاد 20,000 دلار، 25,000 دلار به تو بده، تلویزیون تو رو ساپورت بکنه، از تو توقع داره. تلویزیونی که سردار سپاه رو میاره با شریک میشه، 1,000 فرمول و برنامه ریزی میریزن که با اون بر در رژیم همش تنگاتنگ با هم تنظیم شده است. تلویزیونی که 8 تا برنامه ساز میزده، هر کدوم یه ساز میزنن، 80-20، 80% برای حفظ و بقای رژیم.